سومین صفت مسلمان واقعی هست که از فحش و ناسزا بد گفتن به دور هست، اجتناب می کنند. ابن مسعود حدیث از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم روایت کرده، میگه سباب المسلم مسلم فسوق، دشنام دادن با مسلمان فسق است. ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء. مسلمان تعنا دهنده نمی باشه، مسلمان فحش گوینده نمی باشه، مسلمان دشنام دهنده نمی باشه. ولی گاه خود شما در بعضی خانواده ها شاید دیده باشین طفل را که صدا میکنه یک دفعه دشنام میده باز بعد صدا میکنه بر پدر فلان بر پدر فلان، قابلیتی از این نداره که گفته شوال. بعضی کسا افتخار نمیگه تو از او فرزند در آینده چی تقاضا داری؟ رسول الله میگه مؤمن ای تو نیست، مؤمن جور دیگه میباشه، طور دیگه میباشه، قسم دیگه میباشه. لیس المؤمن بالطعام، مؤمن تعنه دهنده نیست، کس را تعنه نمیده، لعنت گوینده نیست، لعنت به فلان لعنت به فلان. آیا خبر دارین اسلام ما دینی هست که اجازه نمیده که با یک کافر مشخص زنده لعنت بگویی؟ دقیق شده؟ اسلام ما اجازه نمیده که با یک کافر مشخص، یک کافر هست مشخص، تو بگی لعنت بالای فلان در حالی که زنده هست، اجازه نداری. چی برسه به یکی ما در کامیتان نشته کنیم لعنت بالای فلان، لعنت بالای فلان، لعنت بالای فلان. یک گروهی از ظالمان اگر کس لعنت میکنه مشکل نداره، لعنت به ظالما، لعنت به دزدا، لعنت به خائنین، هیچ مشکل نداره. اما مشخص کافر را اجازه نداره. اسلام دینی است که پاک است، استوار است، ثابت است، شفاف است، زلال است، روشن است، روشنگر است. از کدورت، از بدی، از سیاهی، از تاریکی، از چیزا را نمیپذیره. حتی رسول ما صلی الله علیه و سلم میفرمایه، حدیث را بخاری روایت کرده، زنده ها رو خون نگو چیز، مرده ها رو اجازه نده. لا تسب الاموات فانهم قد افضوا الى ما قدموا، مرده ها رو دشنام نده. کسی که از دنیا رفت از پشتش بهشت و جهنم میشه شما قلم نزنید، نمره بهشتی بودن دوزخی بودن شما ندین. دوزخ رفت مردار شد، یکی کسی که بی ایمان رفته باشه رفته دیگه، اما کسی که برای تو معلوم نیست که او کی بوده اجازه نداره. اسلام برات اجازه نمیده. لا تسب الاموات، حدیث رسول الله است، مرده ها را دشنام ندن. چرا؟ فانهم قد افضوا الى ما قدموا، اونها عمل خود پیش فرستادن با عمل خود مواجه میشن، نه با شما. دین ما اسلام هم تو میگه نگو ناسزا، اجتناب کن از ناسزا. این در جای معلوم میشه براتون که یک روز یک جای رابندان باشه، بازم شیشه بوتر کنه یک دست پایین کنه، باز معلوم میشه که مسلمانی واقعی چقدر هست و مسلمان غیری واقعی چقدر هست. ابو هریره روایت میکنه، میگه روز رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم یک مرد شرابی و شرابخور را دید، شراب خورده بود. رسول الله به چند تن از صحابه امر کرد که بزن میره شرابخور، شراب خو ممنوع است، حرام است، گفت بزن میره. چند تن یک کمی نرم کردن به اصطلاح، یک شخصی از دور صدا میکنه خدا تو رو رسوا کنه، خدا تو رو رسوا کنه. رسول الله میگه مه لا تعین علیه الشیطان، شیطان رو به این کمک نکنین، کفایت میکنه میقدر میقدر ترد بس شد که تو باز میگه خدا تو رسو کنه. از این اضافه تر اجازه نداری، ناسازا نگو. در حج که میری برای ما درس از فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، که رفت اونجا بدگویی نکنه. روزدار که کسی روزدار هست، کسی که بر تو اذیت میرسانه چیزی برات میگه، تو برش بگو این صایم من روزدار هستم من بد نمیگم. بین توسط زبان خود مردم را شکار کنه، قلبشان را شکار کنه، در قلبشان جای بگیره، تا او نفر مقابل با تو خیانت نکنه. جامعه ما آری از خیانت و بدی و زشتی و دشنام چیزا باشه، بین خوب باشه. خیر است یک جای اگر موتر ما تو پس موند، کمی پس ما خود را عقب بکشم، نفت را یک کنترل بکنم، خیر است یک کس دیگر پیش شوه، ناسازا نگوییمش. روز پیامبر یک جای نشستگی است، یک بادیه نشین صحرا نشین نزد پیامبر میه، میگه یک چند مال به ما بده. ای محمد، امی تو با بی ادبی، برای کم مال بده؟ گفت بگیر. خب دقیق متوجه باشین، پیامبر است، ما امتش هست. گفت بگیر، مال برش داد. گفت آیا ما به تو خوبی کردم؟ گفت نه، هیچ خوبی نکردی، اصلا خوبی نکردی. اگر ما تو رو کسی تو بگویه ما قدرت کار دارم، این قصه دارم. ما دیگه قهرمانی ما می جایی معلوم میشه، کمی سبر یک در قصه دار که من خود را معرفی کنم برای خود، تو خود را معرفی می کنم. گفت نه اصلا خوبی نکردی. صحابه از جای خود بلند شدن که بعضی کسا هم قهرمانی خود را نشان بدن که یک دفعه صبر که پیامبر که من ای را یاد بدم خوبی کردی یا نکردی.
می تنیس پیغمبر میگه در جایتان باشه، در جایتان باشه. پیغمبر در خانه میبره، در خانه که چیز داره مورم کم کم به این میبره، میگه به تو خوبی کردم، باز برای بادنشین میگه، میگه بله خدا از تو و از خانواده ایت راضی باشه، حال راضی شو. پیغمبری رو میگه، میگه فردا در جلسه بیا که صحابه با ما نشستگی باشه، همی گپ به صحابه بگه که او روز یک گپ زشت برشان زده و اونا رنجور شدن، رنج دیدن، فردا بیا که در جلسه ما نشستگی باشه، اینمی جمله رو برای ما بگو تا اونها پس خوشحال شن، از خاطر من، از خاطر اصحاب کنا آزرده هستن از تو. دیگر روز آمد، رسول الله برش گفت با تو خیبه کردم، گفت تا بله خدا از تو از خانواده ایت راضی باشه، همین تو مردمای موجود دار، خدا از تو از خانواده ایت راضی باشه. گاهی اوقات بعض دعاها به اصطلاح ما شما خیلی خوب میچسبه. یک از بزرگوارا قسم میکرد، گفت ما در سفر حرمین در خانه کعبه در طواف کسی چیز خود را گم کرده بود، یا در مسیر کدام را کسی آدرس را نمیفهمید، افغانی خود ما شما بود، گفت آدرس را نمیفهمید، از من آدرس پرسان کرد، از من آدرس پرسان کرد، من آدرس برش دادم، گفت خیلی خوشحال شد، گفت زه حجون دید پا نصیب زه، حجها نصیبت بود، و هر سال حج میره نفر، حجون دید پا نصیب زه. این جمله از سه کلمه اضافه نیست، از عمق قلب سر من شده ناسازا نگه این مرد صفت مسلمانی واقعی نیست. زبان خود کنترل کن.